چه جای قشنگی. وقتی 16 سالمون بود اینجا رو پیدا کردیم. هر وقت دلمون از دنیا میگرفت میومدیم اینجا دل سیر داد میزدیم. بعد از دوامون خیلی اومدم شاید بیای ببینمت. ولی من نیومدم. تو دوستای جدید پیدا کرده بودی. سرگرمی های تازه. علت دوامون همین بود. نمیخواستم از دستت بدم. دلم نمیخواست زاپاس رفاقتت باشم. اونم به خاطر کسایی که اصلا قبولشون نداشتم. آدمایی که به خاطر مدل بالای ماشینشون جیبای پر پول تو جیبیشون داشتن جای منو پیش تو میگرفتن. همین؟ فقط به خاطر اینکه من با یه چند نفر دیگه دوست شده بودم رفاقتمون به هم خورد. تو همیشه از اون چیزی که بودی فرار میکردی. دلت میخواست یه شبه برسی اون بالا بالاها. چیزهای دیگه هم بوده. اونا رو بهم بگو. دعوا کردی. خاطر اونا؟ اونا بهانه بودن. تو نمیخواستی قبول کنی داری عوض میشی. مشت اولم خودت زدی. منم جوابشو دادم. همینجا تو نفس داشتیم هم دیگر زدیم. بعدش بهت گفتم دیگه نمیخوام ببینمت. تو هم رو تو گرفتی رفتی. حتی پشت سرت هم نگاه نکرد. چه بد. اگه پشت سرت رو نگاه میکردی شاید چه خبر کاروبار دوزای شرکت چطوره؟ عالی. دارن اخراجم میکنن. خوبه دیگه تا هم بیکار میشیم یه بردل خودم. میریم پیش ابراهیم خان رو زمین کار میکنیم. بابا چه شود پلیس تعلیقی و مهندس اخراجی که شما ارزاره نمونه. تو رو نمیدونم ولی در مورد خودم جدی گفتم. واقعا یه مواقعی فکر میکنم مشغولیت هامو ول کنم برم رو زمین کار کنم. فکر خوبیه. برو شاد منم اومدم. یه سوالی امیرعلی. تو در مورد رسول مدنی و سیروس افشاری چیزی میدونی؟ یه مدت تو پروندهشون کار میکردی نه؟ اینو یه باندن. پولای کلونی رو جاهای مختلف سرمایه گذاری میکنن. مثل بورس. مثل بازار سکه و ارز. شرکت شما یکی از کاراشونه. که جرم نیست. ظاهرش اینه. در از تمام معامله های اینا سوریه. اون پول هنگفت رو میزن به حساب یه کارخونه یه شرکتی. بعد آروم آروم خورد خورد اون پول برمیگرده به خودشون. رد یکی از معامله هاشون رو زدیم. خیلی کارشون تمیزه فرامرز. تمام اسناد و مدارکشون قانونیه. ولی در اصل هیچ خرید و فروشی اتفاق نمیفته. چرا این کار انجام میدن؟ چون اون پول قلمبه از راه درست به دستشون نرسیده. دزدی. قاچاق. اینجوری میخوان درآمدشون رو قانونی جلوه بدن. من افسر مسئول پروندهشون بودم. خیلی هم بهشون نزدیک شده بودم. تا اینکه خوردی به تصادف زنه. بعد از مرگ مریم سرهنگ شکوری من از رو پرونده برداشت. واگذار کرد به یکی دیگه. فکر میکرد من دارم قضیه رو شخصی پیگیری میکنم. ولی من بیخیال نشدم. ردش رو تو شرکت تو پیدا کردم. تا اینکه متوجه شدی منم تو این ماجرا دست دارم. نه. بعد از تصادف وقتی اولین تماس رو باهات گرفتن متوجه شدم. فکر میکنی چه مبلغی به من پیشنهاد دادن؟ نمیدونم ولی حتما رقم قابل توجهیه. ازشون خبر داری؟ نه. به این راحتی ها دست از سرت بر نمیدارن. با این کارهایی که تو کردی بعید میدونم به این راحتی ها آفتابی بشن. احتمالا فهمیدن هر کار کوچیکی که بکنن ممکنه پلیس مشکوک بشه. رفتن یه جای دیگه ای دارن پولشویی میکنن. درست گفتم دیگه پولشویی اسمشم. اگه ازشون خبر شد بهم میگی؟ قرار شد که دیگه دست برداری. در مورد مرگ مریم آره. ولی نمیتونم چشمم رو خلافایی که اونا میکنن ببندم. اگه بتونیم ثابت کنیم چرا باید کوتا بیاییم؟ باش.
راش رو بهت میگم. دیگه همه چی تمومه. مطمئنی؟ نمیخوام کوچکترین اشتباهی اتفاق بیفته. پلیس سرک کشیده تو این ماجرا. خیالت راحت؟ حواسم به همه چی هست. فضلی هم نباید بوی ببره. اصلا نمیخوام بدونه که همچین پولی اومده تو این شرکت و از این شرکت رفته بیرون. من دست کم گرفتی؟ همه حساب شرکت تو مشت منه. فضلی هم نمیذارم بوی ببره. کی باشون قرار بذارم؟ پس فردا. همه مدارک آماده میکنیم، هم سند فروش صد واحد مسکونی و هم سند خریدشونو. هر 10 سندم به نام یه نفر میزنیم، بعد اونا میان تو مزرع فقط یه امضا میکنن و تمام. بعدش هم چطور دیدی؟ ندیدی. این خوبه. خوب تر از اون موقعی که پول بریزن به حسابمون. البته بهشون تاکید کنم پولا رو همون موقع همونجا اینترنتی بریزن به حسابم. تو به این کاراش چی کار داری؟ کسی که همچین پول قلمبه ای جا به جا میکنه لنگ سن و سشایی من و تو نیست که. سن و سشایی؟ البته در برابر پول اونا دستمزد ما سن و سشایی هم نیست، ولی بازم دستشون درد نکنه. کاری با ما نداری؟ نه، راحت باش. ممنون. بله. از فردا آدرس دقیق محضر و زمانش رو برات اسمس میکنم. دیدی چه آسون بود داشتی سختش میکردی؟ دوست دارم قبل از رفتن محضر خبر رضایت دادن تو بشنوم. تهدید میکنی؟ هر جوری دوست داری حساب کن. حالا اگه ما رضایت دادیم و جناب علی زدی زیر قدرت چی؟ خودت خوب میدونی اینجوری نیست. همین الان هم اطرافت یه سر و گوشی آب بدی، خبر انجام شدن کارتو میگیری. باشه، قبول. پس فردا میبینمت. امیدوارم بعدش دیگه هیچ وقت نبینم اتون. ما بیشتر. چی شد؟ حله. پس فردا. به به، دایی جون اینو بشنوه خیلی خوشحال میشه. خودم بهش خبر میدم. باشه، افتخارش مال تو. زحمت نکش نیومدم مهمونی. تقصیر من نیست، تقصیر مادره. گفت الا بلا چاییه باید بخوره. خیلی قشنگ شده. مهسا ببینه خیلی خوشحال میشه. ای کاش میآوردیش. اومدم با تنها حرف بزنم. چیزی شده؟ بعد از اون اتفاقی که افتاد وقتی اومدی خونه به هممون حس خوبی داد. همون شب من با بابام بحثم شد. اون معتقده که تو اصلا عوض نشدی. تو چی فکر میکنی؟ خب برای منم خیلی سخته که اون روزا رو فراموش کنم. اون دعواها، شب خونه نیومدن ها، با این اون گشتن ها. متاسفم. کار من شده این روزا گفتن این جمله. متاسفم. معذرت میخوام. ببخشید. متاسفم به خاطر کاری که کردم و یادم نمیاد. من نیومدم اینجا حرف گذشته رو پیش بکشم. متاسفم هم وقتی برای من مهمه که باورت کنم. این چیه؟ خودت ببین. اینو کی بهت داده؟ چه فرقی میکنه؟ این خواهر امیرعلیه. اون روزی که داشتیم میرفتیم از شاکیاش براش رضایت بگیریم. مادر میشناسه. بذار بگم بیاد خودش. بشین. تصمیمی که آدمو میگیرن بستگی به موقعیتی داره که توش قرار میگیرن. اگه این فیلم دست کسی میافتاد که به طرفش اعتماد داره، براش هیچ معنی بدی نداشت. ولی اگه بیفته دست کسی که به طرفش اعتماد نداشته باشه، همین حرکت ساده خیلی براش معنای بدی داره. معلومه که اون آدمی که از تو فیلم گرفته و اینو برای من فرستاده اصلا به تو اعتماد نداره.
طبیعی هم هست، چرا باید اعتماد داشته باشه؟ میگه اینکه یه روز راحت زن و بچه‌شو ول کرد اومد سراغ من، حالا ممکنه منو ول کنه بره سراغ هر کس دیگه. خب چرا این فیلمو برای من فرستاده؟ ما که از هم جدا شدیم. چون از دست من خیلی عصبانیم. بخاطر اینکه بهش گفتم میخوام برم پیش زن و بچه‌م، پیش خانواده‌م. تا حالا جزو کدوم دسته ای؟ اون دسته ای که من اطمینان داره یا اونایی که خب میموندی خودم بعدش هم میرسوندمت. مهسا نمیدونه من اومدم اینجا نیاوردمش، وگرنه همین الان منو محاکمه صحرایی میکرد. تو چیزی از گذشته یادت نمیاد، ولی من خوب میدونم که تو نسبت به من هیچ حسی نداری. ولی من پر از حسای ضد و نقیضم. دلم نمیخواد به خاطر مهسا سعی کنی با من کنار بیای. به هر حال ما هر دومون جدا شدیم، آزادیم که در مورد شریک زندگیمون تصمیم گیری کنیم. باید تکلیف اون زن تو زندگی تو معلوم بشه. من دلم نمیخواد دوباره بهم توهین بشه. آره من فراموش کردم، ولی هیچ وقت نفهمیدم اگه واقعا بین من و تو قول و قراری بوده، تو هیچ وقت از تو چشای من نتونستی بفهمی که این آدم عوض شده، یه کس دیگه است. اون کسی که من میشناختم نیست. تو میخوای برگردی پیش زنت؟ واسه همین این ادا اصولا رو در میاری؟ فرامرز، اینجوری نمیتونی من از سر خودت واکنی یا؟ اگه این آرومت میکنه باید بگم من قبل تصادفم هم با تو رو راست نبودم. این یه بلیته به تاریخ روزی که قرار بود مرخصی من شروع بشه. یه نگاه بهش بنداز. برای تو بلیتی رزرو نشده. متاسفم ستر. من با تو هم رو راست نبودم. مثل خیلی دیگه. من دیگه هیچی نگو. نمیخوام هیچی بشنم. ای کاش میتونستم یه کاری انجام بدم، یه جوری جبرانش کنم، ولی فقط میتونم بگم متاسفم. بهتره برم. خداحافظ. سلام آقا. سلام آرشان، خوبه؟ خواستیم بفرمایید. خیلی ممنون، یه سوال داشتم. چه گرفتاری شدم، مردم از بس آدرس ازم پرسیدم. حالا تو کجا میخوای بری؟ دنبال آدرس نیستم آقا، فقط میخواستم بدونم که چند وقت پیش سر این تقاطع تصادف شده بود. سر این تقاطع هم یکی دو تا تصادف میشه، خیابونا شیب داره، ساعت گیمایتگیرم نداره. نه یه تصادف خیلی شدید، یه مینیبوس زده بود به یه سواری. آره اونو میگی؟ آره یادمه.
شما راننده سواری رو دیدی؟ آره راننده‌اش هم دیدم، گفتم ای آقا واسه سبزی بخر، اگه وای میستاد الان سبزی میخرید الان زنده بود. مگه مرده بود؟ من چه میدونم، ولی نه اهالی محالی میگفتن نفس نفس میکشیده، ولی خانم من که ماشین دیدم گفتم عمرت تو این ماشین آدم زنده بیرون بیاد. مینیبوس یه راست رفته بود تو شکر ماشین. چه ماشینی بود اخو؟ اه خانم وایسا سبزی مبزی بخرد دیگه، چه گیری افتیم ما هم شانس ندادیم. و یه خبر داغ دارم که اگه بشنوید شاخ در میاری. پیش قصه این خبر رو خیلی وقتی گرفتی. رو کن خبر داغ رو کن ببینم چی میخوای بگی. اول باید بدونم چند تو جیباتونه دوتایتون با هم، چون ممکنه اندازه خبر من مایه تو دست و بالتون نباشه. تو نگران نباش، قسطی پرداخت میکنیم. بگو ببینم چی شده. فرامرز همه این مدت بازیتون داده. بهت گفتم به این پسر نمیشه اعتماد کرد. بهت گفتم از همون اول میخواد. آروم باش ببینم چی داره میگه. چی فهمیدی؟ فهمیدم چرا تو این مدت کارتون رو انجام نداده. اون فراموشی داره، اصلا نمیدونه کی و چیکار کرده، واسه همین تو همه این مدت بازیتون داده. نه 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 نه، تویی که بازی خوردی نه ما. از این خبرا نیست، فرامرز تو مشت منه. سرکاری خانم، این آقا فرامرز خیلی وقت از مشتت بریده. شاهد ماجرا این که طرف داره کار ما رو راه میندازه. چی؟ قیافه‌شو خبر نداشتی؟ سیروس بهت گفتش که طرف از کفت پرید. دیگه هم بهتره سعی کنی این دوره برای پیدات نشه. کاری داشتیم خودمون تماس میگیریم. ولی شما هنوز به من احتیاج دارین. کارتون با فرامرز تموم نشده؟ داره تموم میشه. ستاره، چرا اینقدر کلافه ماده؟ چیزیم نیست. شبایی که میای و پیشمون میمونی من یه خواب راحتی تا صبح میرم، ولی شبایی که نیستی ناآرومم و خوابم نمیبره. نمیدونم گوشه اون خیاط خونه چی کار میکنی، چی میخوری، چجوری میخوابی؟ نمیخواد نگران من باشی. گوشه اون خیاط خونه جام خوبه، ولی هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. تو به اینجا میگی خونه؟ هر وقت میام اینجا احساس خفگی میکنم. در و دیوار این خونه به هم فشار میارن، از آجراش دیگه حالم به هم میخوره. پس برای همین گوشه خیاط خونه رو بیشتر دوست داری؟ نه، اونجا هم سختمه، چون میدونم که شما اینجایین. نمیخواد اینقدر به فکر ما باشی. دلم میخواد دست جفتتون رو بگیرم ببرم یه جای روشن و دلباز، یه جایی که مال خودمون باشه.
یه جایی که صبح به صبح با سر و صدای بچه های اقدس خانم از خواب بیدار نشم. ایشالله. عروسی میکنم با یه مرد خوب و مهربون، با یکی که من و بچه هامو خوشبخت کنه. تو همیشه بلند پرواز بودی. این که بخوام خوشبخت زندگی کنم چیز زیادیه؟ این که نمیخوام بچه هام مثل من حسرت یه خونه قشنگو بخورن بلند پروازیه؟ نه، ولی سرنوشت همه آدم ها مثل هم نیست. سرنوشت آدم ها رو خودشون میسازن. اونایی هم که صبر میکنن تا دیگرون سرنوشتشون رو بسازن حقشون همینه. چرا اینقدر امشب تلخ شدی مادر؟ خستم مادر، فقط خستم. ماه من تو شبای تا